مخاطب این سخن شما نمایندگان مردمید و آنگاه همه ملت ایران و بالاخره تاریخ و نسل‌های آینده که در کار ما به دقت و طلبگارانه نظر خواهند کرد و من با این توجه در محضر خدا و در حضور شما و همه کسانی که این سخن را خواهند شنید اعلام می‌کنم که این جانب آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی‌داند. در اظهارات مخالفان طرح اصرار عجیبی شد که اثبات عدم کفایت آقای بنی صدر را به یک دشمنی شخصی با بنی صدر یا به یک جریان حزبی و سیاسی برگردانند و این برخلاف واقع است. این یک خصومت شخصی یا جریان حزبی نیست، یک تکلیف شرعی و مسئولیت الهی و پاسخ به یک خواست مردمی و عمومی است. اگر نگرانی حفظ انقلاب و اسلام و لزوم ادای مسئولیت در قبال مردم نبود و ما حاضر می شدیم آقای بنی صدر را با همه عیوب و اشکالات تحمل کنیم و از مسئولیت الهی نمی اندیشیدیم، یقینا نه آقای بنی صدر و شاید نه همین برادران ما را به انحصار طلبی و قدرت گرایی و امثال این تهمت‌های مبتذل و تکراری متهم نمی کردند. ما به خاطر خدا و در پاسخ به اطمینانی که امام امت ابراز می فرمودند و به خاطر مسئولیت سنگینی که در شورای انقلاب بر عهده داشتیم، همواره در برابر جهتگیری های مخرب و موج فرهنگ بیگانه از اسلام که به دست آنان گسترش می‌یافت مقاومت می‌کردیم و این برای آقای بنی صدر و جناحی که وی را بهترین سنگر خود می‌شناخت غیر قابل تحمل بود و همین بود که اون همه اتهامات و اهانت‌ها را به دنبال می‌آورد. یکی از مخالفان طرح به عنوان دفاع از آقای بنی صدر اظهار کردند که مخالفان وی بر کناری او از فرماندهی کل قوا را مورد بهره برداری قرار داده و جو را متشنج کردند و مجال سخن برای او نگذاشتند. این برادر محترم گویا فراموش کرده است که آقای بنی صدر در پاسخ به اقدام امام در برکناری وی اعلامیه‌ای داد که با این که سرشار از کذب و قلب حقیقت بود و در آن مردم را تحریک بر مقاومت در برابر دولت و شورش و برهم زدن نظم عمومی کرده بود، اجازه یافت که از همین تریبون مجلس خوانده و از طریق رسانه‌های گروهی در سراسر کشور پخش شود و البته پیش از آن از بسیاری از رادیوهای وابسته به شبکه تبلیغاتی صهیونیستی پخش شده بود. برادران مخالف با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها و تشویق آقای رجایی که از آنان به نام حزب الله نام می‌برد، این کار را خلاف مصلحت و روشی غیر منطقی دانسته اظهار داشتند که با تهییج مردم هیچ مسئله‌ای حل نمی‌شود. این برادران گویا فراموش کردند که مردم را آقای رجایی به خیابان‌ها نکشانید. این حضور کوبنده و قاطع مردم فقط و فقط هنر شور و انگیزه ایمانی خود آنان و صدای رسا و همیشه نافذ امام امت بود و همیشه چنین بوده است. در گذشته هم هیچ عامل دیگری نمیتوانست مردم را به حضور در صحنه وادار کند، نه فقط امروز، در گذشته هم شما نه این حرکت را به درستی میشناختید و نه به اون بران توانایی داشتید و فرق میان امام بر حق این امت با مدعیان مبارزه سیاسی از جمله در همین است. او به مردم تکیه میکند، از اونها مسئولیت میخواهد، به اونها اعتماد میکند، برای اونها ارزش قائل میشود و مدعیان سیاست از این همه غافل و از خیرات اون محرومند. روزی که امام به ایران آمده بودند نیز بودند کسانی از مدعیان که امام را بر صرف وقت طولانی در اجتماعات فشرده مردم ملامت می‌کردند و به جای اون نشست و برخاست با سیاسیون و به قول خودشان با آدم‌های حسابی پیشنهاد می‌نمودند. حزب الله که آقای رجایی از آنان تشکر کرد و باید هم می‌کرد، همین مردم کوچه و بازار و همین عامه مردم متوسط و پایینند که رجل سیاسی تحقیرشان می‌کند، مجاهد و پیکاری و غیره هم میزند و میکشد و هم متهمشان میسازد. روشن فکر نمای وابسته به شرق و غرب باران تهمت و افترا را بر سرشان میبارد، در این حال بار اصلی انقلاب بر دوش اونهاست، ارتش و سپاه و بسیج متشکل از اونهاست. بعضی از این دلایل شاید
به همین زبانی که من خواهم گفت یا به زبان دیگری گفته شده، لکن دلایلی هم هست که تاکنون ذکر نشده. یک، رئیس جمهور صلاحیت و کفایت خود را باید در احترام به نهادهای قانونی ثابت کند، چرا که مشروعیت او مبتنی بر حرمت قانون اساسی است که اون نهادها بخشی از تحقق خارجی آن را تشکیل می‌دهند. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است. نمونه امضا نکردن لوایح مصوبه مجلس، اهانت به شورای نگهبان و شورای عالی قضایی، متهم کردن مجلس شورای اسلامی، اهانت دائمی و مستمر به کابینه و شخص رئیس دولت، مخالفت آشکار و پنهان با سپاه پاسداران و جهاد سازندگی و دیگر نهادهای انقلابی و قانونی. وقتی رئیس جمهور با بی‌حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می‌کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می‌کند و این حد اعلای بی‌کفایتی است. دو، رئیس جمهور بالاترین مقامی است که حفظ حرمت نظام جمهوری از او انتظار می‌رود. تحقیر جمهوری تحقیر رئیس جمهوری است. آقای بنی صدر در یک جمله کوتاه جمهوری اسلامی و نهاد ریاست جمهوری را تحقیر می‌کند. این جمهوری جمهوری نیست که من فخر کنم رئیس آن باشم. در این جمله معروف و زبان زد فقط از یک چیز ستایش شده و اون شخص آقای ابوالحسن بنی صدر است. هیچ فرهنگی نمی‌تواند شخصی را که با بزرگ قلمداد کردن خود در این حال مقام ریاست جمهوری و جمهوری و نظام جمهوری اسلامی را تحقیر می کند دارای کفایت و شایستگی سیاسی بداند. سه، آقای بنی صدر در مقابله با کسانی که وی آنها را دشمن خود فرض می کرد از هیچ اقدامی ابا نکرد و حتی از اینکه رویه های تخریبیش اساس جمهوری اسلامی و استقلال کشور را خدشه‌دار کند پروایی نورزید. شاید امروز بالاخره وقت اون رسیده باشد که بپرسیم ماجرای بحران عمومی که یکی از نزدیکان و مشاوران وی در مناظره کذایی تلویزیونی مطرح کرد واقعا چه بود. سندهای افشاگرانه ای در این زمینه در دست است. بر اساس صورت یکی از جلسات جمع مشاوران و همکاران نزدیک ایشان که این صورت جلسه الان همینجا موجوده، بر اساس صورت یکی از جلسات جمع مشاوران و همکاران نزدیک ایشان، یکی از نقشه های آنان این بوده است که پس از روی کار آمدن دولتی که مجلس به آن متمایل است اما آقای بنی صدر او را نمیپسندد، با کارشکنی ها و مخالف خانی ها جلو به موفقیت او را بگیرند تا بی آبرو و ساقط شود و با یک جدال سیاسی کارها را خود قبضه کنند. رفتار شخص آقای بنی صدر و دوستانش در مقابله با دولت آقای رجایی قدم به قدم نشان دهنده همین طرح است. تقوای سیاسی و تعهد اسلامی که شرط اصلی ریاست جمهوری است چنین روشی را تطبیق می کند و هرگز با اون نمی سازد. صورت جلسه مفصله، اینو ممکنه بعد در اختیار برادرها اگر لازم شد بگذاریم. چهار، در انقلاب ما و نیز در جمهوری ما که ثمره اون بود، ویژگی بارز و چشمگیری که میتوانست اون را از همه تجربه های مشابه ممتاز کند، حقیقت گرایی به جای سیاست گرایی بود. همه چیز در روش و رفتار امام و در خطوط سیاست داخلی و خارجی ما از چنین روشی خبر میداد. آقای بنی صدر در مقام ریاست جمهوری این روش را نقض کرد و سیاست بازی را جانشین حقیقت گرایی کرد. از اون جمله از موضع گیری در مقابل گروهک ها پیش از ریاست جمهوری گروهک مجاهدین را به نحوی محکوم کرد. پس از ریاست جمهوری که به سازماندهی آنان احساس نیاز می کرد، اونها را به خود نزدیک ساخت، کارت حمل سلاح برای آنان صادر کرد و از عناصر و سازماندهی آنان برای اداره اجتماعاتی که تشکیل آن را برای مقاصد خود لازم می شمرد بهره گرفت. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. در 26 خرداد 107 نماینده مجلس طرح دو فوریت عدم کفایت سیاسی بنی صدر را به مجلس ارائه می کنند. آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی
آقای بنی سعد به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی سعد به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.